دوستان من، حدود 10 سال پیش یک نظرسنجی انجام شد در دانشگاه های تهران. دوستان همکار روانشناس ما سالی رو طرح کرده بودن، به نظر شما مهمترین مانع برای ازدواج دانشجویی چیست؟ ازدواجی که دختر دانشجو، پسر دانشجو با همدیگه تو دانشگاه آشنا میشن و ازدواج میکنن، به نظرتون مهمترین مانع چیه؟ خب یه گزینه‌هایی رو از قبل همکارای ما آماده کرده بودن، فقط هر کسی که مورد سوال قرار میگرفت بعد یه دونه از این گزینه‌ها رو علامت میزد. بیشتر مجردها، و اینم این آزمایش هم بین مجردین و متأهلین این تست انجام شد که ازدواج دانشجویی کرده بودند، بیشتر مجردها گزینه مسئله اقتصادی رو علامت زده بودن که دانشجو مهمترین مانع برای ازدواجش اینه که پول نداره، این خرج تحصیلش هم در نمیاد، چجوری وقت حالا خانواده رو بگردونه. ولی بیشتر متأهلها گزینه عدم تطابق فرهنگی رو علامت زده بودن، چون مجردا تو خواب و خیال و رویای ذهنی خودشون بودن پول نداریم نمیشه ازدواج کرد. متأهل هایی که ازدواج دانشجویی کرده بودن از خواب و خیال اومده بودن بیرون، ازدواج کرده بودن، بعد دیده بودن ای بابا ما چقدر دردسر و چالش داریم، من از شیراز، اون از نمیدونم همدان، من از رشت، اون از اصفهان، من از قم، اون از ما، فرهنگمون به هم نمیخونه، ما حالا که ازدواج کردیم میبینیم که مدام با هم درگیریم، عجب غلطی کردم من این ازدواج دانشجویی رو کردم. بیشتر متأهلا زده بودن عدم تطابق فرهنگی. و این نکته مهمیه دوستان من، تفاوت در آداب، رسوم، لباس، لهجه و چیزهای از این دست باعث میشه که ما مدام بینمون دلخوری پیش بیاد. مثلا یک دوست عزیز و محترم فارس میخواد با یک دوست عزیز و محترم آذری ازدواج بکنه. هر دو محترم، هر دو بنده خدا، هیچ کسی هم از اون یکی بالاتر نیست مگر اینکه تقوای بیشتری داشته باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی بالاتره که تقوای بیشتری دارد، نه قومیت ملاک، نه نه نه. خب اون دوست عزیز و محترم آذری، خانواده‌شون عادت دارن به چه زبانی صحبت کنن؟ آذری. هیچ اشکالی هم نداره، کما اینکه من از اونی که چشم باز کردم دور و برم فارسی حرف زدن، اونم از اونی که چشم باز کرده آذری شنیده. حالا ما میخوایم با هم ازدواج کنیم، مجلس خواستگاریه، اینا شروع میکنن با هم دیگه آذری حرف زدن، ما هم همینجوری نشستیم، چی دارن میگن؟ یا فوش ندن؟ نمیدونم، یکیشون هم چپ چپ نگاه کرد. حالا مثلا بیچاره ها دارن میگن خانواده خوبی، انا خدا رو شکر داریم با اینا وصلت میکنیم. خب ما وقتی ازدواج میکنیم، بعد ازدواج مهمونی میریم، من نشستم همه دارن ترکی حرف میزنن، ای با خانمم میگم بگو فارسی حرف بزنن، عصبانی میشم و میزنم لپه میکنم. خب مگه مجبوریم؟ خب دوستان من، با کسی ازدواج بکنیم که با او تطابق فرهنگی داریم، تطابق زبان، تطابق آداب، تطابق سنت. چرا باید یه کاری بکنیم که تنش؟ من نمیگم یه قومی باید با یک قومی ازدواج بکند، با کسی از هر شهر دیگه میخوای ازدواج بکنی بکن، منتها به این نکته دقت کن، بین ما و اونها، بین شهر ما و شهر اونها تطابق در ساختارهای فرهنگی چقدر وجود دارد یا ندارد. اگه فرهنگامون خیلی از هم دور و پرته، خب این ازدواج قابل توصیه‌ای نیست. توی جای ایران رسمه که شیربها میخوان، یه جای ایران میگن اصلا شیربها چیه، یه جای ایران رسمه که جهیزیه رو خانواده دختر میده، بیشتر ایران، در بخشای از ایران رسمه که جهیزیه رو خانواده پسر میدن، بله تو ایران داریم، و بعد اینا تنش ایجاد میکنه، خانواده پسر منتظرن اونا جهیزیه بیارن، اینا منتظرن اینا جهیزیه بیارن، هیچکی هم جهیزیه نمیاره. ما میزنیم به تیپ و تاپ، من به جهیزیتون کو، جهیزیه شما کو؟ خب مگه مجبوری دوست من؟ با کسی ازدواج کن که با او تناسب در مسائل فرهنگی داشته باشه. یه نفر اهل تجملگراست، یه نفر اهل زندگی ساده است، تجملگرای پرده های خونه شون ابریشمه،
وای پرده ابریشمم لک نشه. اون که اهل قناعت و سادگی است، پرده های خونشون حسیره، میگه صفا میکنی میکشه بالا ول میکنه بود. خب ما خیلی با هم تطابق نداریم.